سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم ما هم یک تمرین خیلی خوب سطح شیبدار رو از کتاب درسی حل بکنیم تمرین شیش فصل دینامیک سوال همینه به من گفته که یک جسمی داریم که جرمش هست دو کیلوگرم این زاویه هست سی و هفت درجه و ضریب استکاک جنبشی بین جرم و سطح یعنی میو کی برابر هست با دو دهم ده و داریم اون رو با نیروی در این راستا حل میدیم که روی سطح شیبدار حرکت کنه و بره به بالا از ما شتاب حرکت جسم رو خواسته میخوایم بریم سراغ همون روش خیلی ساختاری یافته که در مورد قوانین نیوتن با همدیگه دیگه بلد بودیم مرحله اول چی بود مرحله اول این بود که شکل جسم رو رسم کنیم در یک فضای خیلی تر و که بتونیم راحتتر تحلیلش بکنیم من فرض میکنم مثلا این جسم ما هست یک جسم نقطه‌ای در نظر میگیرمش و رنگش هم میکنم که مشخص تر باشه بعد مرحله دوم این بود که نیروهای وارد بر جسم رو من رسم میکنم پس من میرم سراغ نیروهای وارد بر جسم من میدونم که یک نیروی گرانشی همواره داره به جسم من وارد میشه اگر در نزدیکی سطح زمین باشم پس یک W مساویه با MJ که اینجا همیشه وجود داره از طرف دیگه الان من دارم میبینم که دارم یک نیروی 25 نیوتونی در این راستا بهش وارد میکنم بنابراین من یک نیروی 25 نیوتونی این اشتباه شد من اینجوری بکشم بهتره یک نیروی 25 نیوتونی الان داره در این راستا دقیقا در راستای افق به جرم من وارد میشه پس این نیرو یعنی F مساوی هست با 25 نیوتون آیا نیروی دیگه داره به این جرم من وارد میشه؟ بله من میدونم که نیروی استکاک در راستای سطح شیبدار و نیروی عمود بر سطح احتمالا در این راستا بر جسم من وارد خواهد شد یعنی در راستای عمود بر سطح شیبدار پس بذارید من بپرم به مرحله سه و بعد برگردم به مرحله دو یعنی من محورهای مختصاتم رو رسم میکنم خب روی سطح شیبدار محورهای مختصات رو چجوری انتخاب میکردیم همیشه محور ایکس ها رو در راستای حرکت اگه بگیرید حداقل در اکثر موارد تحلیل مسئله براتون بسیار ساده تر خواهد شد پس من این رو میگیرم محور ایکس ها و عمود بر این یعنی یک همچین چیزی رو میگیرم محور وای ها پس بذارید اسم ها رو بنویسم که شما هم و خودم هم یادمون نره خب حالا من میتونم نیروی استکاک و نیروی عمود بر سطح رو هم که بر جسم وارد میشن رسم کنم من یک نیروی استکاکی در این راستا خواهم داشت اندازش رو نمیدونم چقدره پس مجبورم به صورت حدسی بکشم و یک نیروی عمود بر سطحی هم در این راستا خواهم داشت اون رو هم اندازش رو نمیدونم چقدره و بنابراین فعلا حدسی یک بردار انقدری میکشم اینو اسمش رو میذارم ان اسم این رو میذارم FK یعنی نیروی استکاک جنبشی خب مرحله بعدی حل مسائل قانون دوم نیوتن چی بود این که من بیام این نیروها رو تجزیه بکنم به محلفه هاشون روی محور وای ها و ایکس ها اما قبل از اون من میخوام اسم این پدیده که من اینجا کشیدم رو برای اولین بار بگم من تا حالا این رو اسم نبردم ازش و فکر میکنم کتاب هم اسم نبرده و اسم این رو ما میگیم نمودار جسم آزاد فری بادی دایاگرام فکر میکنم انگلیسیش میشه نمودار جسم آزاد یعنی شما جسم رو در یک فضای کاملا آزاد بدون اینکه اصلا اطرافش و اینکه محیط فیزیکیش چی هست براتون اهمیت داشته باشه رسم میکنید و نیروهای وارد بر اون رو رسم کنید تا بتونید به صورت فیزیکی تحلیلش بکنید ما به این میگیم نمودار جسم آزاد که برای حل همه مسائل قانون دوم شما لازم دارید که نمودار جسم آزاد رو رسم کنید حالا ممکنه روی خود این شکل رسم کنید اما به هر حال لازم دارید که رسم کنید حالا بریم سراغ تجزیه نیروها به روی مؤلفه های y و x نیروی عمود بر سطح و نیروی استکاک که به خودی خود تجزیه شده هستن یعنی این دوتا تجزیه شدن به این دو معلفه بنابراین من لازم دارم که این دو نیرو رو تجزیه بکنم نیروی وزن و نیروی این 25 نیوتونی که اینجا دارم و خب میدونم که نیروی وزن یک همچین معلفه در راستای محور ایکس ها خواهد داشت و یک همچین معلفه مثلا در راستای محور وای ها من اسم این رو میذارم x و اسم این رو میذارم w y اندازه w x هم که میدونم هست m سینوس آلفا طبق اون چیزهایی که جلسه قبل با هم دیدیم چون این زاویه آلفا هست و اندازه w y هم میدونم که مساوی هست با m کوسینوس آلفا از طرف دیگه من میتونم در این f 25 نیوتونیم رو هم تجزیه بکنم به معلفه های خودش و ببینم که این یک همچین معلفه x هایی خواهد داشت بذارید من قلمم رو عوض کنم خب تجزیه این بردار f به روی محور y ها یک مثلا همچین چیزی میشه و به روی محور x ها هم یک همچین چیزی خواهد شد که باز هم اگر کمی به هندسه مسئله نگاه بکنید میبینید که این زاویه آلفاه بنابراین این زاویه من یعنی این زاویه 90 منهای آلفا خواهد بود و بنابراین این زاویه مجددا آلفا خواهد بود چون جمع این دو 90 جمع این دو هم 90 من از این نتیجه میگیرم که این اف ایکس من یعنی مؤلفه ایکس این بردار اف من مساوی هست با اف کوسینوس آلفا من که خورده فنج فکر بکنم و این معلفه وای بردار اف من برابر هست با اف سینوس آلفا دقت بکنید وقتی این زاویه آلفا ای مؤلفه میشه f کوسینوس آلفا و این بردار که اندازش از اندازه همین بردار اینجا میشه اف سینوس آلفا خب پس من الان تونستم همه بردارهام رو تجزیه بکنم به معلفه هاشون ما الان عملا این مسئله رو حل کردیم یعنی از این جوابت صرفا یک سری محاسبات ریاضی خواهد بود و دیگه فیزیک مسئله رو ما تونستیم کامل تحلیل بکنیم بذارید یک مروری بکنیم این فیزیک رو دو نیرو داره عمود بر سطح از طرف جسم وارد میشه یکی نیروی F هست که جسم داره بر سطح وارد میکنه نیرویی که داره بهش وارد میشه رو مؤلفه وای نیروی F و یکی مؤلفه وای وزنش هست و از طرف دیگه دو نیرو دارن مانع حرکت جسم به سمت بالا میشن یکی نیروی استکاک جنبشی و یکی هم مؤلفه ایکس نیروی گرانش که اجازه نمیده جسم به راحتی به بالا حرکت بکنه از طرف دیگه یک نیرو و فقط یک نیرو داره جسم رو به طرف بالا حرکت میده و اون همین مؤلفه ایکس نیرویی هست که ما داریم وارد میکنیم حالا دیگه کافی است که من قانون دوم نیوتن رو بنویسم من میام اول از راستای محور وای ها شروع میکنم من مینویسم که برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای محور وای ها یعنی افنت وای باید مساوی باشه با ام شتاب در راستای محور وای ها و میدونم که جرمم در راستای این محور وای ها هیچ شتابی نداره چون داره روی سطح شیبدار حرکت میکنه پس این میشه صفر پس این عبارت کلا باید بشه صفر بنابراین خب من دیگه میتونم بقیهش رو چشمی انجام بدم باید مجموع این دو معلفهی ای که تجزیه کردم برابر باشه با N یعنی بردار عمود بر سطح هم نیروی, و... نیروی عمودی تکیگاه هم که مجموع اینها در مجموع صفر باشه یعنی جمع برداری N و علاوه W Y و علاوه F Y باید مساوی باشه با صفر بنابراین نیروی عمود بر سطح من یعنی نیروی عمودی تکیه گاه من برابر با منفی دبلیو وای به علاوه اف وای خواهد بود یعنی مجموع این دو معلفه ای که تجزیه کردم باید برابر باشه با نیروی عمودی تکیه گاه. این تحلیل من بود در راستای محور وای ها حالا باید بریم سراغ راستای محور x ها من در مورد راستای محور x -ها هم باز هم قانون دوم نیوتن رو دارم یعنی F نت راستای محور x ها مساوی میشه با شد جرم زرد در شتاب در راستای محور x ها که من به دنبال این شتاب هستم در این مسئله بنابراین من چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که Fnet یعنی این Fx یعنی این Fxی که اینجا حساب کردم به علاوه ی نیروی استقاق جنبشی بردارش یعنی Fk به علاوه ی ایکس یعنی گرانش در راستای محور x ها مساوی میشه با جرم ضرب در شتاب در راستای محور x ها و از این من به راحتی میتونم شتاب رو به دست بیارم چرا چون من هر ستای اینها رو میتونم محاسبه بکنم بیایید حساب بکنیم پس اول میام سراغ fx یعنی مؤلفه x این نیروی f که مساوی هست با f کسینوس آلفا در جهت منفی محور x ها یعنی منفی f کسینوس بردار یک کی محور ایکس ها F هست 25 کوسینوس 37 درجه میشه 8 دهم و و آی هم که خب آی هست خب 25 ضرب در 8 دهم مساوی میشه با 2 نیم ضرب در 8 که این مساوی میشه با 20 منفی 20 آی یعنی این نیرو برابر هست با 20 واحد در راستای عکس محور ایکس ها FK چقدر هست؟ فکا یعنی نیروی استکاک جنبشی مساوی هست با ضریب استکاک جنبشی یعنی دو دهم ده ضرب در نیروی عمودی تکگاه یعنی N نیروی عمودی تکگاه چقدره من اینجا به دستش آوردم برابر هست با اف وای به علاوه اف پس من لازم دارم که اینجا این رو بیام اینجا و نیروی عمودی تکگاه رو هم حساب بکنم دبلیو وای هست m کوسینوس کسینوس آلفا یعنی 20 ضرب در 8 دهم ده ام جی کسینوس آلفا و اف هست F سینوس آلفا یعنی 25 ضرب در 6 دهم ده دقت کنید من در همه اینها دارم از این استفاده میکنم که سینوس 37 درجه 6 دهم و کسینوسش 8 دهم ده که این مساوی میشه با 20 ضرب در 8 دهم ده میشه 16 25 ضرب در 6 دهم هم میشه 15 میشه 31 نیوتن بنابراین وقتی که نیروی عمودی تکهگاه بشه 31 نیوتن در این راستا نیروی استکاک جنبشی میشه دو دهم ده ضرب در 31 نیوتن یعنی بذارید من اینو حساب بکنم 6 و دو دهم میشه نیروی استکاک جنبشی که در این راستا هست یعنی در راستای مثبت محور x ها هست و این پس نیروی من بود این نیروی استکاک جنبشی و در نهایت w x یعنی مؤلفه x نیروی گرانش مساوی هست با ام جی سینوس آلفا در راستای محور ایکس ها که این مساوی هست با 20 ضرب در 6 دهم در راستای محور ایکس ها که این مساوی میشه با 12 در راستای محور ایکس ها بنابراین مجموع این سه نیرو برابر میشه با منفی 20 به 6 و دهم ده به 12 که این مساوی میشه با منفی 20 به علاوه و دهم ده یعنی یک ممیزه 8 دهم منفی در راستای محور x ها این مساوی میشه با جرم یعنی دو کیلوگرم ضرب در شتاب در راستای محور x ها بنابراین شتاب من در راستای محور x ها مساوی میشه با منفی یک ممیز هشت هم تقسیم بر دو متر بر مجذور ثانیه بنابراین دقت بکنید که بعد از رسم این نمودار جسم آزاد من عملا دیگه هیچ کار فیزیکی عجیبی صورت ندادم صرفا قانون دوم نیوتون رو که یک رابطه ریاضی هست نوشتم و با استفاده از این معلفه هایی که تجزیه کرده بودم و این نیروهایی که به دست آورده بودم صرفا عددها رو حساب کردم و شتاب نهایی رو به دست آوردم بنابراین بخش اصلی حل این گونه مسائل رسم همین نمودار جسم آزاده فعلا